پیروزی غیرمنتظره و خبرساز خیرت ویلورس سیاستمدار جنجالی راست افراطی در انتخابات هلند به سرخط داغ رسانه های بین المللی تبدیل شده است. خیرت ویلورس سیاستمدار راست افراطی هلندی پس از پیروزی غیرمنتظره در انتخابات روز گذشته این کشور برای جلب احزاب رقیب برای تشکیل دولت اعتلافی تلاش می‌کند. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. مسلمانان حدود 5 درصد از جمعیت 18 میلیون نفری هلند را تشکیل می دهند. محسن کوکتاس رئیس سازمان مسلمانان هلند از نتیجه انتخابات این کشور به عنوان اتفاقی تکان دهنده یاد کرد. او همچنین گفت که مسلمانان با پیروزی غیرمنتظره حزب آزادی دیگر احساس امنیت نمی کنند. حزب آزادی در انتخابات روز چهارشنبه کم آذر 37 کرسی در پارلمان به دست آورد. این حزب تعداد کرسی های پارلمانی خود را در مقایسه با انتخابات پیشین بیش از دو برابر کرده است ویلدرس 60 ساله از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا است و خواستار رأیگیری درباره خروج هلند از این اتحادیه نگزیت شده است برنامه حزب او همچنان شامل ممنوع کردن قرآن، مساجد و حجاب اسلامی در هلند است. با این حال، ویلدرس در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته است اولویت کنونی مباحث این چنینی نخواهد بود. سیاست مداری که گاهی او را ترامپ هلند می‌خوانند، بخشی از این تشبیه به خاطر موهای رنگ کرده و پف کرده این سیاستمدار و بخشی هم به دلیل لحن و بیان تند و آتشین او می‌باشد. در روزهای اخیر در آرژانتین نیز خاویر میلی نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد خیرت ویلدرس میگوید که قصد دارد هلند را در اولویت برنامههایش قرار دهد و این کشور را به هلندیها برگرداند ترجیح بندی مشابه آنچه دونالد ترامپ برای برگرداندن عظمت به آمریکا به کار میبرد یا شعار جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا که میگوید اول ایتالیا و ایتالیایی ها ویلدرز که دیدگاهی به شدت اسلام ستیزانه دارد در سخنان خود پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات گفت دیگر کسی نمیتواند پی وی وی را نادیده بگیرد و ما حکومت تشکیل خواهیم داد ویلدرز نیز همچون دونالد ترام که شعار اول آمریکا را دنبال می کند شعار اول هلند را مطرح کرده و بر این اساس خواهان خروج از اتحادیه اروپا است. او همچنین خواستار محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی روی مسلمانان هلند و مراکز اسلامی و مساجد است و برنامه ممنوعیت روسری در اماکن دولتی را دنبال می کند. وی همچنین خواستار توقف کامل پذیرش پناهجویان و مهاجران در هلند است بسیاری در اروپا با نگرانی به پیروزی چشمگیر ویلدرس واکنش نشان دادند چرا که پیروزی ویلدرس 60 سال اتحادیه اروپا را با نگرانی مواجه کرده به ویژه آنکه او وعده داده که یک همه پرسی در مورد اینکه آیا هلند باید در اتحادیه اروپا بماند یا نه برگزار کند اما ملیگرایان راستگرا در سراسر اروپا برای تبریک به این سیاست مدار پوپولیس صف کشیدند. رهبر حزب راست افراطی اسپانیا گفته که اروپایی ها به طور فضاینده خواستار دفاع از ملت خود مرزها و حقوقشان هستند. ویکتور اوربان نخست وزیر ملیگرای مجارستان نیز در شبکه ایکس نوشت که بادهای تغییر در حال وزیدن در اروپا است. برای رهبر حزب راست افراطی فرانسه ماریان لوپن نیز این نتیجه دلبستگی فزاینده به دفاع از هویت ملی را تایید می کند. با این حال پس از پیروزی جناه راست افراطی هلند در انتخابات پارلمان این کشور خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این حزب برای متقاعد کردن رقبای خود برای تشکیل اعتلاف دچار چالش بزرگی است او برای تشکیل حکومت و بیرون آمدن از وضعیت 25 ساله ای اپوزیسیون باید دست کم با دو حزب دیگر اعتلاف کند و در صورتی که بتواند چنین اعتلافی تاریخی را شکل دهد باید نظر دیگر احزاب راست میانه را به سمت خود جلب کند که کار چندان راحتی برای او نخواهد بود. چون رؤسای سه حزب اصلی دیگر هلند پیشتر اعلام کردند حاضر به اعتلاف با حزب برای آزادی نخواهند بود.